وقت شما بخیر بیننده و شنونده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. ادامه سیر صعودی نرخ ارز در ایران، دلار از 61,000 تومان گذشت. همزمان نمایندگان جامعه کارگری از کاهش کالری در سبد معیشت وزارت بهداشت انتقاد کردند. برنامه حکومت برای مدیریت غیر قیمتی مصرف بنزین در سال آینده، یک مقام دولتی از ناتوانی در تأمین ارز واردات بنزین خبر داد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در ادامه روند صعودی روزهای اخیر از 61,000 تومان عبور کرده. بر اساس گزارش‌های صرافی‌های تهران در معاملات امروز، هر دلار آمریکا 61,600 تومان به فروش رسید. روند صعودی قیمت در سایر ارزها هم ادامه دارد و قیمت یورو به 66,600 تومان و پوند بریتانیا هم به 77,800 تومان رسیده. در بازار طلای تهران هم قیمت هر سکه طلای تمام با رشد 1,300,000 تومانی نسبت به روز گذشته به 36,800,000 تومان رسید. قیمت نیم سکه هم به 20,600,000 تومان افزایش یافت و ربع سکه 13,400,000 تومان به فروش میره. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در واکنش به روند صعودی قیمت ارز گفت عده‌ای سعی دارند هر طور که می توانند القا کنند که وضعیت بازار ارز و دلار مطلوب نیست. خاندوزی هفته گذشته هم گفته بود نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم. این اظهارات در پی فروش دولتی ربع سکه با دلار 95,000 تومانی با انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان اقتصادی مواجه شده. و روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به 12 حراج شمش طلا از سوی بانک مرکزی، فروش شمش به قیمت بازار آزاد ارز را سیاست یک بام و دو هوای مسئولین اقتصادی درباره قبول نداشتن نرخ بازار آزاد نامید. در این گزارش آمده در 10 اول حراج شمش کل شمش طلای فروخته شده 555 کیلوگرم بوده که بسیار ناچیزه. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از امنیت غذایی در دنیا، ایران را بین 10 کشور پرتورم در حوزه مواد غذایی ارزیابی کرده. در این گزارش میانگین تورم سالانه خوراکی‌ها در ایران 39% ذکر شده. بر این اساس ایران پس از مالاوی، مصر و میانمار در رده 10 پرتورم ترین کشورهای دنیا قرار گرفته. طبق این گزارش آرژانتین، لبنان، ونزوئلا در یک سال اخیر بالاترین مقادیر تورم مواد غذایی را شاهد بودند. نماینده کارگران در شورای عالی کار هم میگوید مبنای مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده سبد معیشت 24,500,000 تومانی است. محسن باقری گفته اظهارات مسئولین دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه در مورد محدودیت‌های تعیین دستمزد موجب خشم کارگران شده. او اضافه کرده با توجه به تورم 46%، افزایش 20% حقوق کارکنان دولت نمی‌تواند مبنای تعیین مزد کارگران باشد. وزارت بهداشت کالری مورد نیاز کارگران در سبد معیشت را بدون اطلاع نمایندگان آنها کاهش داده. در جلسه روز گذشته کمیته مزد، وزارت بهداشت در گزارشی از سبد غذایی جدیدی رونمایی کرده که برای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عجیب و غیر قابل قبول بوده. بر این اساس وزارت بهداشت میزان کالری سبد معیشت را کاهش داده که تلاشی برای ارزانسازی این سبد ارزیابی می شود. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیوهایی از مشکلات معیشتی خود گفتند و از صف دریافت کالای کوپونی گزارش دادند. سلام به ایران اینترنشنال. این صفی رو که میبینین صف این کالای یارانه‌ایه که دولت قرار به مردم عرضه بکنه که همینجوری هم داره زیادتر میشه. الان ساعت 10 صبح اینجا آستانه است. این فیلم میگیرم برای ایران اینترنشنال. آقا من 30 سال تو این مملکت کار کردم، بازنشسته تأمین اجتماعی هستم. 7,700,000 تومان برای من حقوق واریز میکنن.
از این مقدار حدوداً 2,500,000 تومان شد بابت وام و مسائل دیگه ازم کسر میکنن. من 3 نفر آدم بزرگ تو منزل هستیم، با این 50 خورده‌ای چجور میتونم زندگی بکنم؟ با این رفت آمده، با این مخارج، با این هزینه ها، با این حقوقی که شما به من میدید، شما با 200-250 میلیون، 300 میلیون و بالاتر نمیتونید درک بکنید. خدا لعنتتون کنه، خدا شرتون از سر ما کم بکنه، از سر ما ملت. نمیتونید درک بکنید که ما چجور باید با 5.5-6 تومن، با 5 تومن زندگی بکنیم. همه این موارد رو بررسی میکنیم با محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا که با من هستن. آقای ماشینچیان، فکر میکنین چه دلایلی باعث روند صعودی قیمت ارز و طلا و ثبت رکوردهای جدید قیمتی شده؟ بر شما، دولت رئیسی دست به قمار خطرناکی زد. من سابقه‌اش رو خیلی کوتاه عرض کنم تا به شرایط امروز برسیم. در گذشته سیاست ارزی جمهوری اسلامی همیشه این بوده که با استفاده از لنگر دلار و ببخشید تثبیت نرخ ارز عوارض تورم رو برای دوره‌های چند ساله پنهان کنه، به این ترتیب که یک نرخ رسمی تعیین می‌کرد برای دلار و بسیاری از کالاهای اساسی با این نرخ تهیه می‌شد و به این ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها متناسب نرخ تورم بالا نمی‌رفت، یا اینکه با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازار جلوی افزایش قیمت‌ها رو می‌گرفت و این یک سیاست بسیار پرخرجیه. امروز بضاعت و خزانه خالی جمهوری اسلامی دیگه کفاف نمی‌کنه برای چند سال ثابت نگه داشتن نرخ دلار و دولت‌ها به مرور آموختن که از ما به تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد نوسان‌گیری کنند، یعنی از تقاضایی که برای دلار در بازار آزاد وجود داره بهره برداری کنند برای جبران کسری بودجه و در کنارش یه بخشی از فشاری که روی دلار وجود داره رو در ماه‌های منتهی به فروردین تخلیه کنند. امسال هم برنامه این بود که دلار در کانال 50,000 تومان حفظ بشه، اما ناشیگری و بی‌تجربگی تیم رئیسی در کنار البته عوامل دیگه برنامه‌های این تیم شلخته رو به هم زد. نتیجه‌اش این خواهد بود که دولت دوباره با ارزپاشی و حراج در حال تلاش برای کنترل اوضاع است، اما هزینه این بی‌کفایتی رو مردم ایران با پرش‌های بعدی نرخ دلار خواهند پرداخت. آقای ماشینچیان، همونطور که داریم به آخر سال خب نزدیک میشیم، ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم در آستانه سال نو هستیم. ارزیابی شما رو هم بشنویم از این سیاست‌های حکومت برای حل این بحران. ببینید، ما همیشه میگیم که سیاست‌گذاری اقتصادی باید ریل‌گذاری باشه، یعنی فراهم آوردن یک مسیر همواری باشه که اقتصاد کشور بتونه با سرعت درش به جریان بیفته. بنابراین کار دولت باید اساسی و بلند مدت باشه. منتها شما هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی نمیتونید پیدا کنید. هیچ نگاه بلند مدتی در کار نیست. سیاست حکومت در حال حاضر واکنش به بحران هاست. ابزار اصلی واکنش به بحران ها هم خبر درمانیه. اینی که ملاحظه میکنید در بحبوحه بحران امروز وزیر اقتصاد میگه عده‌ای سعی دارن القا کنن که وضعیت بازار ارز و دلار مطلوب نیست. شما ببینید با هر معیاری که در دنیا متعارف و پذیرفته است بسنجید، وضعیت بازار و ارز و دلار نه فقط مطلوب نیست که بحرانیه. به حکم عقل برای چاراندیشی راجع به هر مسئله ای ابتدا باید صورت مسئله رو پذیرفت. کسی که اصرار داره صورت مسئله رو نپذیره، طبیعی است که در حل مسئله هم موفق نخواهد بود. تردید نداشته باشید تا زمانی که سیاست‌گذار سرش رو در بر فرو کرده و منکر واقعیت باشه، هیچ گرهی از بحران‌های ایران گشوده نخواهد شد. ممنونم. با من بودین امروز محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران میگوید شرایط حکومت برای تامین بنزین بحرانی است. کاظم عزیزی در گفتگو با روزنامه هم‌میهن از ناترازی تولید و مصرف و نیاز به واردات روزانه بنزین خبر داده. او گفته با توجه به مشکلات ارزی و همچنین تحریم واردات رسمی سوخت، ادامه این وضعیت دشواره. او اضافه کرده با این وجود برنامه دولت برای کنترل مصرف سیاست‌های غیر قیمتی است. این مقام دولتی گفته حتی با فرض حذف سهمیه 1500 تومانی فروش بنزین با نرخ 3000 تومانی هم تأثیری بر کاهش مصرف و تأمین هزینه های دولت ندارد. او گفته اگر قیمت بنزین فرضاً به لیتری 15000 تومان برسد، قطعاً بر کاهش مصرف تأثیر خواهد داشت. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی با من هست. در این مورد هم با هم
بیشتر صحبت میکنیم. آقای غیبی، ارزیابی شما رو بشنویم از این سناریوهای مطرح شده برای بنزین در سال آینده. بله، دو تا نکته اساسی من در صحبت‌های ایشون دیدم و تایید کننده تمام گزارش‌ها و صحبت‌هایی بود که در همین برنامه شما پیش از این داشتیم، و اینکه دولت داره به سمت آزادسازی نرخ بنزین حرکت می‌کنه مرحله به مرحله. یک نکته اساسی که ایشون گفته بحران ارزی داریم با توجه به تحریم و مشکلاتی که داریم. دولت عملاً نمی‌تونه تأمین کنه هزینه واردات بنزین رو. نکته دیگری هم که در صحبت‌هاشون بود این که گفته به فرض ما اگر بخوایم مصرف رو کنترل بکنیم باید قیمت 15000 تومان باشه به جای 1500 تومان، و در این صورته که میشه مصرف رو کنترل کرد. همین فرض گفتن ها اگر در یک اقتصاد سالم می بود و از طرف یک مدیر صادقی این کلمه به کار برده میشد گفت میشد بگیم فرض است، ولی در ایران در جمهوری اسلامی و مدیران جمهوری اسلامی فرض نیست و این یک واقعیتی که دارن به سمت شرکت میکنن. خبرهایی هم وجود داشته در ماهای گذشته مبنی برای که سه سناریو وجود داره و دستگاه امنیتی نظرشون به قیمت 15 الی 20000 تومان هست، و به باور من این مصاحبه و صحبتهایی که درش شده زمین ساز ورود به دوران جدید تغییرات بنزینیه. خیلی ممنونم، امروز با من بودین رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. و ممنونم از همراهی شما بخش اقتصادی امروز، اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.